آجی کجا؟ جش؟ شایی؟ شایی؟ نمیدونم کی تو کارش بود، نشه بود، خمار بود. اول عوارضی گاگول مفنگی یادش افتاده که میخواسته بره یه جای دیگه. داشت گفتم شازده، اون موقع که سرخط عربده میکشیدم کجای کار بودی؟ بابا حالیش نبود، گیر داده بود منو هر گردون ترمینال. خب میآوردیش کرایت میگرفتی؟ یکی، بابا کرای رفتنش هم نمیخواست بده. بهش گفتم چه با من بیای، چه با من نیای، باست آخر کرایت رو کنی. هی، شایی کجا میری؟ برو، برو من میام، برو. بالاخره یه جورایی دیدم داره میره تو اعصابم. هیچی دیگه، چارچنگونی گرفتم دست و پاشو. هر تش کرون کنار جاده. هی نه او طول سگ بغ میزد. آبجی کجا؟ دربت؟ یو جلال یه پولشو بده. یو چا 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 یه چایی بده ببینم، خسته نباشی. یو قیافه من به مسافت اشاره میکنه. نه تو نگاه کن، دیدم کنار خیابون وایسادی مزاحمت میشن. بچه شهرستان تو این شهر غریب کسی رو نداری. اما چی میگردی؟ اگه موبایل میخوای بکنم بدم زنگ بزنم. اگه یه بار دیگه از این زهرمت چه عصبی هستی؟ اصلا نخواستم برو، کلن دیونه. الو، من که عرض کردم خدمتتون دارم پول و نقد میارم، اما میخوام کارو تموم کنی. این ظرف 24 ساعت منو رد کنی. اونم نظر من نظر نمیخواد نگران پول باشید. چی؟ من اگه عرضه این کارو داشتم تا به حال این کارو تموم کرده بودم. الو، چی؟ پاسپورت؟ الو الو بود. یه دوست قدیمی. همیشه دوستای قدیمی، همیشه دوستای دوران مدرسه، مامانم، خواهرم. کی بود؟ روزی چند هزار بار این سوال از من میپرسی. بابا آخه منم آدمم، خسته شدم. به من چه که تو تاریک دنیا شدی، از همه بریدی. درک کن بیتا، درک کن. من نمیخوام تو این سفر برگردیم اتفاقات بعد گذشته. خواهش میکنم منو درک کن، منو بفهم. اگه دوست داشتن نبود همه چیز برام بی‌تفاوت بود. با این رفتارت داری قده سرطانی تو مغز من درست میکنی. اما سهراب، تو چرا یه ذره خودتو کنترل نمی‌کنی؟ بابا میدونم عاشقی، میدونم مهربونی، ولی تو با این حرفای تکراری داری منو داغون می‌کنی. من اصلا نمی‌خوام بحث بکنم، فقط می‌خوام تو این سفر همه چیز از نو شکل بگیره. ببین اینجا رو ببین، نمی‌خوام با این حرفا روزای طرف گذشته تکرار بشه. اما اینجا رو نگاه کن، برای خریدن 4 تا هله‌هوله آدامز، چیپس، پفک نمکی، 2 ساعت داری با این مرتکی مفنگی داری حرف می‌زنی. چی داری میگی؟ تو خودت قضاوت کن، اسم اینو چی می‌ذاری؟ اسمشو چی میذاری؟
وقتی که بهت میگم طراحی همینه دیگه. تو داری با این کارت مغز منو طراحی میکنی، روح و روان منو داری پاک میکنی. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو ببین سهراب، اونجا رو نگاه کن. رشت با من قذبید به سرکا کجا؟ بابا باغ تو باد کجا میری سرکا؟ یه نفرم در بستم میرم آبشار آب کرد. بابا آبشار نوکرتم، بیا 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 با خودم نوکرتم. تا حالا کجا بودی گاردا؟ سربازی. جونم یه دونه جا واسه من نگرده، الان میام. زود میام ها. دارمت. بیا. این 5 تا سند تفکیک شده است با پلاک ثبتی جدید. تاریخ معاملهم خورده 6 ماه پیش. تو تنها کاری که میکنی باید بری اونجا قبل از اینکه یارو تموم کنه بدی اینجا رو امضا یا انگشت. متوجه شدی؟ بله. ها یارو بیاد بفهمه و دوزارش بیفته، غزل خدافظی رو خونده، تو میتونی ادعا کنی که چی؟ که 6 ماه پیش همه چی رو معامله کردیم. باریکلا. خیلی خوب. برو ببینم چی کار میکنی. ببین با بنگار ناصرم ردیف کردم، یه راست میبریش اونجا یا اینکه کجا؟ یه جایی که اون آقا پسرهای نرخرش تشریف نداشته باشن. چون چی؟ چی؟ اون موقع چیزمون با چیزامون قاطی میشه، اون وقت کلامو میره پس مرک. آباری کلا. خیلی خب برو ببینم چی کار میکنی. ببین ببین اول میری در دکونش، اگه تونستی همونجا مخشو تاب میدی و همونجا میکوبی زمینو، کار قضیه رو تموم میکنی. تا تموم شد تلفنی چی؟ چی؟ تلفنی خبر میدن. حالا خب باشه، ادای منم در نیار. آره ببین. ببین. بله. انجام شد، شیرینی خوبی پیش من داری. میدم واسه سر کچلت مو بکارم. قربونم بری الهی. بده سر کچل خودت فضای سبزش کن. آره، آره پر رو نشو. شوشر بکش پایین، از گرما میپزم. این پنکه رو میبینی؟ روشن کردم که حالش رو ببری. درزم خیلی هم حرف میزنی. آقا کجا؟ پیش این اومده کجا؟ آقا من نگفتم در بز. آقا آبجی اگه پول نری من همجوری در خدمت تمام. نسناس باز تو خود انداختی وسط. یه برو دیگه، مگه تو مسافر در بس نداری؟ خیلی خوب اینقدر شلوغش نکن. فکر کردم پول نداره، گفتم یه جوری رسونم دست صاحبش. آره آبجی، حالا اون عکس خیلی مهم بوده. عکس همسرم. حالا عکسش گم شده یا خودش؟ بابا ببرش، گناه داره. تو نمیری تا آخر عمر ثوابشو بردی ها. بابا کجا میری آقا؟ شما کجا میری؟
میریم؟ ما میریم اول جاده امامزاده. قبول باشه انشالله. آخه شهرمنده در بست سرکار، اشکالی نداره که اینا رو هم سوار کنم. اول جاده پیاده میشن ها، میخوام برن زیارت، ثواب داره. فکر کن واقعا پدر مادر خودت هم. آقا من نمیفهمم، یه جوری برو در بس سه سوت که دیر نشه. بابا دمت گرم. بابا ایوالا داری. خیلی خب پیرمرد سوار شو، زود باش تا دیر نشده. کرایه تو آخر خط تو باید بدید. باشه هرچی شما میگی. سرکا جون بیا بشین جلو پیش دایی. بیا کشتی ها. یا یواش چی میده این همه را رو باشه ولی یواش ما مردن وقت بسیار است داداش. گل بوده سر کچنه دهیم لعب خونه یه محمود. یا عبد آقا زدی یا امام زدی به مردم دیگه. قبول مفنگی تو اینجا چی کار میکنی؟ اما حق باشن خانم ببخشین. چی میگی؟ نگاه نگاه بیم چجوری میزنن هم دیگر. آقا نزن کشتش بچه مردمو. اصلا بکشین هم دیگر رو. آدم های بی خودی پیدا میشن ها. میبینی؟ واقعا آدم های بی کلاسی هست. اصلا انگار از کلاس بیرونشون کردن. نه؟ خوبی؟ طوری پشوز؟ این همه پول واسه چی با خودتو بردی آخه؟ گیم هرچی بود نگی داری میدیم شما جانم. الو. بله بابا سوار شد دیگه. اصلا ما رو گیریم کردی. آخه تو رو سننن عجب گیری کردیم ها. آقا برو پای کارت. امروز حد شدم اون از دست افتاده بگیرم ها. سوار شو یلا. نه یه جور اینجوره من رو ردش کن بره دیگه. چند بار بهت گفتم باید با اتوبوس میرفت. دیگه سوار شدیم. ایستا خودمون داره هرچی دلش بورا به ما میگه. ای گوگور دارمه بشه بابا 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 چه میدونم یه خری بود دیگه. میخوای از این بابت تلفن‌های من تو جواب بده. اگه هی سوال نکن کی بود کی بود. بابا شما هم صلوات بفرستید دیگه. من از مثلا تأثیر کرده اید شما. حالا کجا داشتی میبری؟ راستی چجوری بگم؟ شما هم چیز دیگه یعنی شما هم شمال تشریف میبرین دیگه نه؟ پولشی بدیم برای خونه آخرات، بقیه هم بدیم به یکی که برای بعد از مرگ ما نماز دعای برای ما بخونه. یه وقت هم اگه شد عشقی برای ما بریم.
شاید گناهان ما سبکتر بشه. خدا نکنه. مگه برای بچی چیزی کس و کاری تو بساطتون نیست؟ نه، سالهاست بچه ها رفتن خارج، دیگه بر نگشتن. ما اینجا تنهایی تنهایی، همشون رفتن. خیلی خوب، طوری نیست. حالا بختش برسه میان دیگه. میگن میان، ولی دیگه گذشته. اون وقتی که باید میامدن، حال احوال از ما میگرفتن، نیم. این اوائل خبری ازشون داشتیم، ولی حالا دیگه مدت هاست به کلی بیخبر شد. میگم اگه فروشنده این قیمت مناسبم بدید مشتری هستم. و نه آقا جون، نه فدات میدیم به کسی که اهلش باشه، یه ثوابی برده باشه. مادر جون قربونت برم، من نوکرتم، من خود جنسم. من گفته باشم تا آخر عمرم در بس برات هم نماز میخونم هم دعاتون میکنم. الانم دارم واسه مادر زنم دعا میکنم. یواش جانم یواش، اینجوری که شما میرید خدا نکرده ممکن اتفاقی بیفته ها. ببین اگه بخوای اینجوری بدی تو اعصابم، همینجا نگه میدارم همه کرایتو میگیرم پیادت میکنم. آقا من نوکرتم، مرخصی گرفتم، باید برگردم پادگان. من چیزی نگفتم، فقط یه ذره یواش. خیلی خوب، پس بشین حرفم نزن، بذار کارمونو بکنیم دیگه. کرایتون رو حاضر کنید. پدر جان کرایه شما دو نفر با تخفیف میکنه 20 تومن. باشه آقا، خیلی خوب. دادش اگه من بکنم به حرف مسافر جماعت گوش بدم که بر معطلم. اگه روزی دوبار اینجا درو نرم بالا نیام پایین، هشتم گرو نومه، جاده کف دست داییته. معلوم هنوز دست تو خرج نیست و آشکاری. اما خدمتی دیگه آخرشه. نه داداش، آخر اولش. بذار بیای قاطی مرغ و خروسا، بعد حالیت میشه که آخرشه یا اولشه. هرچه کجایی؟ یعنی میگی نمیخوای نمیخوای بفهمی؟ درست با من صحبت کن، هم شریعون نفهم خودتی؟ خب آره، آدم نفهمیه. اما خودش ما راننده ها اعصابمون رو گذاشتیم کف جاده، هی داریم از روش رد میشیم. والا شما به سلامتی میرسی، ما بازم تو جاده ایم. شما میری، ما بازم داریم گاز میدیم. شما باز بعضی از حرفا رو بی خیال شید، ما بعضی از آدم ها رو. خدا وکیلی منم همینو میگم دیگه آقا، ما آدم ها که به هم حال نمیدیم که، این مدام داریم حال همدیگر میگیریم. نه؟ اصلا میدونین ما همش میخوایم همدیگر رو دور بزنیم، هی آدما میخوان هی یه جوری فونداسیون همدیگر رو به هم بزنن. فونداسیون میدونی همون زیرا به همدیگر رو بزنن. خب این اصلا خوب نیست دیگه. البته من خدمت این خانومم خسته نباشین، خدمت شما عرض کردم ما تو کار ملک و املاک بودیم، بعد بله الان هم هستیم، بعد خونه میسازیم، انبوه سازی میکنیم همش، بعد حالا این دوست شما هم یه خریتی کرد دیگه. زیادی حرف میزنی. کله تازه کن اینم. متاسفانه ما برای همدیگه احترام قائل نیستیم، مدام داریم خودمون و رفتارمون رو توجیه میکنیم، هی به همدیگه چنگ میزنیم. چه گفتم توی همه اینا رو پاک کردی که؟ آره میخواستم همه شو پاک کنم. اما برای چی؟ دلت نیمت پاکش کنی مگه نه؟ دارم رو قبلی ها ضبط میکنم. میبینم آب نبات خریده رو هم ضبط کردی، خاطرات تلخ گذشته داری خاطرات تختر می نویسی؟ خیلی خوب بابا، پاک میکنم، پاکش میکنم.
کرایتون حاضر کنیم لطفا. زهراب میگه کرایه. آقا ببخشید پول من تراوله. قابل شما نرمانده است. نیست باشه. نه آقا جون هست، فقط میگم تراوله. باشه مهندس، من خورد ندارم. باشه تا خط با هم حساب میکنیم. دیگه بابا سر و کلمون در گرفت. شما بد زور آدم له بکنی ها، یه ذره محبت باشی والله خوبه. بابا محبت، بابا کار درست. شما خدمت میکنی؟ راست و حقیقتشو بجم نه، تهران خدمت میکنم. من حقیقتش چجوری بجم؟ یعنی چجوری بجم؟ آها بعضی وقتا یه آدم های ظریفی میان روبروت، یعنی تو با آشنا میشی با کسای تو زندگی، بعد چجوری بگم، بعد اون باعث میشه که زندگی اول نمیفهمی اون کسی که اون ظریفی که اومده روبروت چی میخواد بشه، بعدن میفهمی این کسی که اومده تو روبروت چی شده. اون موقع است که میبینی همه چی عوض شده. تو باید به آینده فکر کنی، به خونه، به خانواده، به آینده. بابا سرکار جون یک کلمه از سوال کردم کجا خدمت میکنی؟ این چیزا چیه تحویل من داری میدی؟
اون زیر دیپلم صحبت کنم عالی میشه. دارم میگم دیگه تهران خدمت میکنم. من مرخصی گرفتم دارم میرم شمال به خاطر چی؟ به خاطر همون ظریفه، یعنی امر خیر زندگی. بابا دادم مایی دیگه چجوری بجم آخه؟ بابا گرفتم زندگی. یه جورایی محل خدمت تهرانه، یه جورایی نگهبانی در خونه عشقته. آیا خودشی بابا دمت گرم بابا باقت آباد ای بلا. لابد هر هفتم نگهبانی دیگه. نه بابا نگهبانی نوبتیه دیگه، عقل کل در خونه عشقو میگم. لابد هر هفته اونجا تلپی دیگه. یه جلو خودت برو جلو. یه جلو یه جلو یه چیزی بهت میگم در گوشت بمونه که تو آخر عمرت هر وقت یادت افتاد بگی خدا پدر و مادر این آقا جلالو بیامرزه. چی؟ یه کلام مخلص کلام بزن جماعت رو بدی ها زندگی تحتیل. آقا میدونی چی دوری کنی ها؟ تو چرا جرات کنی بید آتوی بزن توهی بکنی؟ تو چرا خجالت میگی شفش چکم گنده؟ خجالت بکش. آقا تو چطور بزنه کن توی گوی؟ تو که خوار مادر نداری میگوی؟ تو چطور توهین کنی بزنه کن؟ بدبخت بیچاره. اگر زن نمیتوستم باید سر بانی بیمیری مرده شدی از شکم بود. اگر زن نمیتوستم تو چطور دنش تی شکم از زراب کنی ها؟ ای خدا بدر ای خایم خواب های بدر های بدر خایم پیاده های بدر خایم پیاده بود نه خایم تیشه بجی روی بدینم های بدر های بدر آقا پسر جی برو انشالله خوشبخت باشی برو زندگی ده بری خوشبخت ولی سعی کن حرفای اینو باور نکنی این آدم بدجنسیه و اینم بدون اگه زن نباشی در دنیا برود بسته شد خیلی خوب برو دیگه التماس دعا مادر ما هم دعا کنیم پر خجال باز چی شده؟ ده چیزی برای پنهان کردن نداره مغرهی چقدر خبانه؟ می پیر، مار، خونه، زندگی شالیزاران، باغ چایی همه چویل آدم با هزار امید آرزو من این شهر پر از دود و آهن و شلوغی میان هزار امید آرزو با من بابم زندگی بانه مغرهی با چکار بود؟ هیچ می کار بابا انتظار کشه از صبح تا شب با پشت پنجره بنشم منتظر که نیامونم کی با بگردن هر وقت که مسافر زنانشون مو منتظرم ندانم کی خواه بگردن یه هفته دیگر دو هفته دیگر سه هفته دیگر هفته ها طول کشه تا بگردن آقا رایی یک کار بابا انتظار ازدک زندگی خنه پیر خنه مار خنه غذا خنه خون خنه اما زنان که همیشه که نامحرمی اما شما مردمان که همدیگر را راز داریم ممکن ندانیم شما داریم شاید خانه ای داره زندگی داره آشیانه ای زنی زکی شما این آدرس بهتر دارین آقا رو آرسا شما دستی برو شما همراه ببرین بده خوب پیر بینه شما همراه میده بیر جان شما جان آرسا خودشم بگین اگه میل دارم همون خزم میل دارم بگم
همیشه راه بسته است. ای بکش کردن اون لکم در رو. آخه این چه وضعیه؟ ما یه قرار نبود این ماشین درست بشه. اینا رو باش. همینی که بهت گفتم. بابا مخمونه تیلیز کرده. چطور مگه؟ هیچی. این هیچی تو پر از حرفه. ببینی قصه ها چند سال باید تکرار بشه. مگه با هم قول و قرار نذاشته بودیم که دیگه اینجوری با من برخورد نکنی؟ ببخشید. یادم رفته بود که در این موارد نباید با جناب علی صحبت کنه. خانم ببخش. اجازه بدید من پیاده شم لطفاً. ببین تاریخ مصرف این قصه ها تموم شده. تو نمیتونی هر وقت تیرت به سنگ خوری قصه از توی جعبه خاطراتت بکشه بیرون که باز منو محکوم. میخوای خودم رو بکشم؟ مهمان خدا ول کرد. بیچاره معلومه یه جورایی حریف زنش نمیشه. بابا سوار شید بریم دیگه. نه بابا اینا انگار اومدنی نیستن. تو نمیدی انگار مهندس یه چیزی کارشه. چه معلومی سرش با کجاش بازی میکنه. مهندس این دوربین تو رو ماشین جا گذاشته بودی. بیا من واسه مفتی حرف میزنم اما حرف مفت نمیزنم. خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. تیپ بزنی میگه با کی قرار داری، زیادی بخندی میگه دیوونه شدی، نخندی میگه چه مرگته، شام بخوای میگه شیکمو، شام نخوای میگه با کی شام کوف کردی. خلاصه همه رقم مرخصی. آقا مرد حسابی یه سبد گل گرفتی داری میری در خونه عشق فرد یه شاخش کم بشه اوست تا گرفتی میکنه. بابا کجای کاری آقای راننده؟ شما هاشی بزرگتره باید بدونی آدم که میخواد خربوزه بخوره بایدم پاش چی میجن؟ پاش بلرزه. اینجوری که پیداست پات بد جوری میلرزه. خب معلومه دیجی بایدم بلرزه. آدم باید یه جوری باشه که همسرش یعنی همون آدم زرد دوستش داشته باشه. اون وقتشه دیگه تو مال خودت نیستی، یعنی هر کاری باز شریکی باشه. اون وقت میگن خربوزه بخوره چی؟ باز لیزم بکنی. آره تو ببینی. رحیم یعنی داماد عروسی بگفتیم. یا
برو قرآن تو رو بدین یواش یا اول فضا آقا یواش بلش کن دیوونه از همه رو به کشتن میده عجب شانسی آوردی ما من که فکر میکنم تو ترمینال عمدن زد به پا حتما فکر میکرد مثلا مهندس جون بابا شما هم دیگه داره شورشو در میارید شما انگار به زمین و زمان مشکوکید بابا شما دیگه چرا دردانسن آیگز نشیرینسن آیگز دردانسن آیگز نشیرینسن آیگز لای 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 من یه چیز دارم بگم دو چیز بگو گرمان شکل ماهه کم کم داریم میرسیم خب بی زحمت همین کنار بزن بغلم من باید لباس عوض کنم گربونه برم شادومان دارمت گربونه بغلت برم مردم خیلی حیرون زنی عالم سنه حیران 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 دردانستن هایگز دردانستن هایگز نشیرینسن هایگز نشیرینسن هایگز راستش زنم منو بدبخت کرد فقط یه بار اومد نشست اینجا برای دستم یه نفس بهم غر زد انقدر غر زد غر زد تو اصلا نفهمیدم چه تو شد تا بیخ رفتم تو شکم یارو الان سه ماه آزگار طرف بیمارستان خوابیده هر چی در میارم دارم خرج دوا دکترش میکنم معلومم نیست شاید همین روزا مجبور شم این ابو طیارا رو بفروشم بلکه بتونم رضایت خانواده‌اش رو جلب کنم حالا کی باز شاکی باشه من یا عیال مربوطه ولی خیلی شانس آوردین که آقاه نمرده نه؟ نمرده؟ مرد حسابی من خودم روزی صد دفعه تو اینجا دارم میمیرم و زنده میشم نمرده خانم چیزی شده؟ آقا نگرده 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 بفرمان ماشینه آقا نگرده 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 آقا نگرده خانم قرص ماشین ما خودمون تو کار زمین و اینایی خب بیا من واسه دیزه ابا کجا؟ بیا من خودم برای دیزه زمین ردیف میکنم توپ به توپ یک یک که یک کلش میخوره به باغ پرتقال یک کلش هم میخوره به اونور به یک کوچه باقی ببین هم آب داره هم نون داره هم برق داره هم همه چی داره شیش ما دیگه هم که گازش برسه قیمتش میشه الله اعلم خب این خیلی کار بی خودیه خب شما میخوای تمام سرمایه‌تو بریزی تو پهن هرچی مرغ و خر و گاو و گوسفنده از من گفتم بود
آخه شما گوش کن، آخه شما توجه نمی کنی ببینی من چی میگم که فدات شم. ببین خدا خیلی شما رو دوست داشته که خواسته که من شما رو ببینم، شاید هم شما منو ببینی، نمیدونم. در هر صورت دیگه تصمیم با خودتونه، ولی بدونین که اگر این کار نکنی شما گوش کن توجه مهندس. شما مثل این که عادت داری یا همه چیز رو همینجوری ول میکنی میری؟ اون از دوربینت، اونم از این بفهم. ولی من خیلی من خواهش میکنم راستش چند بار رفتم خواستگاری موافقت نشدم. باباش منو گرفت برد بالای آبشار آبپره، میخواست منو از اون بالا هل بده بندازه پایین، من فرار کردم. اما فرداش باز رفتم خواستگاری، بازم موافقت نشدم. برگشتم پادگان، غیبت خوردم، بازداش خوردم، زندان خوردم، اضافه خدمت خوردم، خیلی چیزا خوردم. اما خب میدونی آقای راننده هر جوری حساب بکنی ها به خوردنش میانزه. حالا چرا آبپری؟ من این طرف بچه رش نیست. نه بابا مال آبپریه. حالا میدونی از رش چجوری باید سوارشی بری آبشار آبپری؟ نه من نه سر خطیاش پیادت میکنم، هزار تاین که بدی ها میبرن درست آبشار آبپری جلو در خونه عروس. مگه قرار نیست خودت بری آبشار آبپری؟ سرکا جون اگه حواست نیست اول خط عربده میکشم در بس رش هش بر آستارا. یواش بابا یواش، مگه میخوای آدم بکشی؟ ای الو من سهراب هستم. میخواستم بگم که من فکرامو کردم. چی که چی؟ خب معلومه دیگه، من نظرم عوض نشده. میخواستم بگم که من امشب میرسم. خب الان چه میدونم کجام؟ یه جایی وسط جاده‌ام. امشب میرسم اونجا بهت زنگ میزنم. خب گوشی رو داشته باش. الو. خب بگو. خب پرورشه؟ پرورش ماهیه؟ خب ببین. الو ببین من فقط نمیخوام که الو نمیخوام که الو ساعت میرسه. حسابت میرسم. شرط الو
الو الو حرف بزن، منتظر بودی کسی دیگه گوشی رو برداره؟ الو 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 انتظار داشته کی گوشی رو برداره؟ آره ها حرف بزن، من شوهرشم. حرف بزن، چه صافت آشغال. الو تو میدونی با این کارت داره یه زندگی رو به هم میزنی بیشور کسافه. چی داری واسه خودت میگی کپون مپون؟ بعد از تو یه چیز رو که حالیمون بشه بابا. اینا یعنی زرنج، یعنی گالتاق بازی. میدونی تو آدم زرنج، من میگم آقا من پول دادم، تو از من پول گرفتی اضافی. میگم برو از بیراه، میگی نمیرم. برو خاکی برو، میگی نمیرم. میگم برو تا پری، یعنی آبشار آپری، میگی نمیرم. با هم تی نکردیم. همه اینا یعنی تی، یعنی گالتاق بازی، یعنی زرنج بازی. مرد ناحسابی، اگه من عجل نداشتم مگه دیوونه بودم بیام سوار در بس سوار تو بشم؟ مرد حسابی در بس سوار استغفر الله. آخه مگه اون وقتی که عربده میکشیدم کر بودی تو؟ کر خودتی؟ با من درست زیر تپید کن ها، میفهمی؟ از اولش هیچی نگفتم، تو هم هیچی نگفتی ها. زیادی قارتو پرد میکنی، همینجا میندازم کنار، پیادت میکنم که بری دنبال کاره. نجی میدونی پیاده کن، بیا پیاده کن. من پول دادم باید منو بر آبشار آپری. اون پیرزنه خیلی درست میگفت، شما تقریبا زدی زیر خال. میدونی چرا؟ اصلی شیطانی، تو خود شیطانی. پیاده کن ها، اینجا نه ها، آبشار آپری. حالا پیادت میکنم خدمتت میرسم. ببین اینجا چه نه آبشار آپری، چیکار داری میکنی؟ کجا من پیاده بیا پایین بیدی، من با بیر آبشار آب پرین، بیا آبشار آب پرین شونت میدم. برای چی میزنی؟ من پیاده با آب پرین. برای چی میزنی؟ احتلاف دیدی کردار بیاده آب پرین شونت میدم. آدم میبستم تهران اونی میدی، اونجا نگاه کن. آخه این همیشه کانش اینجوریه. نگاه بابا دست بکش، خودم بده
سلام آقا. ای به چشم. بفرمایید. آقا نگردم، منم همینجا پیاده میشم. نگرد. یادش میاد بابا. الو 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 یا اشغاله یا خاموشه. مهندس این رفیقتون بچه همینجاست؟ نه. آره همینجاست. اسمی آدرسی چیزی ازش نداری؟ الو 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 اصلا قطعه. آقا اصلا نمیخواد زنگ بزنی. عمرم اگه بذارم امشب شما همینجوری بری. شما امروز خیلی اذیت شدی. خیلی ممنون. اگه ممکنه اول حساب کتاب بکنید با ما، بعد شما رو مقابل یه هتل پیاده کنید. ما امشب به هتل میمونیم، فردا سر وقت یه جای خوب پیدا میکنیم. خدایش میدونم اگه بهتون بگم در خدمت باشم بهتون بد میگذره. میخوان یه ویلایی بگیرم که یه دفعه مستقر بشید؟ نه خیلی ممنون. خب چه اشکالی داره؟ اگه براتون زحمتی نیست ممنون میشیم. اگه با فضای قدیمی و سنتی حال میکنید، من یه جای خوب و دنج سراغ دارم. مال پدر خانومه، البته سالهاست که فوت کرده، کسی هم اونجا زندگی نمیکنه، ولی خیلی باصفایه. بریم؟ آه؟ بفرمایید. انشالله که اینجا رو دوست داشته باشیم. هر چی بخواید هم اینجا پیدا میشه. هر وقتی هم که بخواید میتونید اینجا بمونید. خوبه؟ من دیگه مزاحمتون نمیشم. میرم فردا صبح میام. اگه دوست نداشتید میبرمتون جای دیگه. این هم کلید خدمت مهندس عزیز. بفهم. من با اجازه. خداحافظ. چی شده؟ کیفم. تو هیچ وقت منو دوست نداشتی. هیچ وقت منو دوست نداشتی. همیشه کنجکاو بودم که توجیهت برای موندن با من چیه. توجیهت برای ادامه دادن چیه. بیتا آخه تو چجوری میتونی منو تحمل کنی؟ چرا داد میزنی؟ وقتی اینجوری میشی نمیتونم تحملت کنم. اما من تو رو تحمل نمی کنم. من نمیتونم کسی که نمیخوام تحملش کنم. اما شک، تردید. ما فقط با من ازدواج کردی که قصه توی اون خانواده که پر از فشار و محدودیت بود تموم بشه. تو منو دوست داشتی. تو برای فرار از شرایطت با من ازدواج کردی. تو که بلد بودی جلوی خانواده‌ات بایستی. چرا با من این کارو کردی؟ بس کن.
اگه ممکنه یه جا من این تراولا رو خورد کنم با هم حساب کتاب کنیم. حالا الان خواستید برگردید، بعدن همشو یه جا حساب میکنیم. آقا رحیم، شما مگه نباید به کارتون برسیم؟ نه قربون شکلت دارم، همیشه که تو جاده نیستم، حالاشم که میبینی فعلا مهمون دارم. مهمون؟ نه آقا لازم نیست، شما به زندگیتون برسیم، ما هم خودمون به کارمون میرسیم. شما به کارتون برسید، منم در خدمتتون هستم. جا زدن؟ بله. اونایی که جواب نمیدن رو میگم. تو کی هستی؟ من گفتم که ما هم در خدمت خودتون هستیم، هم در خدمت کارتون. چجوری اومدی تو خونه؟ مگه کلیدو نداده بودی به من؟ نگفتی کارت میشه چیه؟ یه دوستو ببینم. پرت نگو مهندس، شما تحصیل کرده ای؟ بهت نمیاد که پرت و بلا بگی. شما اومدی دوستتو ببینی یا کارو تموم کنی؟ کار چیو؟ تو کی هستی؟ جوونی نکنی و خرشی، از اول راه تو نخت بودم. تو این راهی که ما میریم و میایم روزی هزار تا آدم میبینیم، سوارمون میشن، ولی یه جوری پیادهشون میکنیم که عمرن اگه حالیشون بشه. کجای کاری مهندس؟ کجای کاری؟ مسافر پاشو بذاره تو ماشین، از اول عروسی ننهش تا آخر قیامتشو از بریم. ولی اینجوری که تو داری میری راش نیست. چقدر مطمئنی؟ نمیدونم. اون همه پولم واسه همین موضوع آوردی؟ نه. آه پس چی؟ میخوای بعدش فلنگو با اون پولا ببندی بری آره؟ یا میخوای پرورش ماهی معامله کنی؟ سه پرورش ماهی تو ماشین جا مونده.
کی قراره کارو تموم کنه؟ کار چیه؟ نیتو! اینجوری راش نیست، اینجوری همه چیز خراب میکنی. باش حرف بزن. حرف زدم خیلی زیاد. یه بار دیگه، ضرر نداره. آخه این همه پول میخوای از اینه چی کنی؟ حیفه. من باید برم به اون آدرس. کمکم میکنی؟ من جرأتشو ندارم. تو هم کلی بدهکاری. مگه یه نفر رو به ماشین نزدی؟ الان بیمارستان. تا شما اینجا یه چیزی بشینید و بخورید، من یه تکه ما برم تا تعمیرگاه ببینم این صاحب مرده چه مرگشه. بعدم میام با هم دیگه میریم دنبال اون رفیق گلمنگولیت. مگه ندیدی ماشین چجوری زد بهش؟ من فقط رفتم اونجا که کنجکاوی کنم، همین. کنجکاوی بیشتر از یک کنجکاوی بود، بیشتر از یک کنجکاوی بود. این هم آدم در روز میمیرن، زنده میشن، سکته میکنن، ایست قلبی میکنن. چطور ممکنه یه آدم غریبه که هیچ ارتباطی به تو نداره اینقدر کنجکاوت بکنه؟ چجوری بهت ثابت کنم؟
خب خودت میومدی میدیدی، من که چیزی ندارم بخوام ازت قایم کنم. همیشه همینو میگی، خودت میومدی میدیدی، خودت میومدی میشنیدی، خودت میومدی گوش میدادی، خودت میومدی پیشمون، خودت میومدی میومدی میومدی. این همون پسری بود که تو تهران دیدیمش نزدیک ترمینال، همونی که تصادف کرده بود. اونقدر دیدنش برام غیر منتظره بود که خب نتونستم جلوی خودمو بگیرم. منم آدمم، فکر کردم تو اون تصادف مرد. خب بمیره بمیره، هیچ ارتباطی به تو نداره، بازم ارتباطی به تو نداره. این فقط یه عذاب وجدان بود. شاید اگه اون روز من نمیدیدمش، اون مجبور نبود فرار کنه، اون اتفاق هولناک نمیافتاد. شاید فلسفه بافی احمقانه. شاید اگه منو تو ازدواج نمیکردیم خوشبخت‌تر بودیم. تو عادتته که هر چیزی رو تبدیل به درام بکنی. ممکنه هر اتفاقی برای هر کسی بیفته، به من و تو چه ارتباطی داره؟ ما مسئول دیگران که نیستیم، ما مسئول خودمون هستیم. اینا همش توجیه رفتارمونه بیتا. تو باید اون روح جستجوگرتو پیدا بکنی و ترمیمش بکنی. تو باید ببینی روح دنبال چی هست. تو روح منو داغون کردی، تو روح منو مچاله کردی، تو روح منو تیکه تیکه کردی. رایم داغا خفا کدی تو، منم که بازندم نه تو، منم که بازندم، این منم که مثل یه طفل در موندو بی پناهم، نه تو، منم که باختم. چون مدت ها طول کشید تا بفهمم هیچ وقت جایی تو زندگی تو نداشتم. خیلی پیش از یا مردم. جا رو ببین اینجا رو ببین که باور کنی و به من حق بدی که این رفتارت مثل رفتار با آشناهاست نه غریبه ها. نگاه کن. آخه من چطوری میتونم با یه مرد ناقص الخلقه؟ آره اینجا رو ببین. آره تو درست. من مطمئن بودم، فقط میخواستم خودتم باور کنم. چیکار کردی؟ تو چیکار کردی؟ اگه یه ریز شک داشتم الان دیگه ندارم، اعتراف کردم. کجا باست بریم؟ تو مطمئنی؟
مهندسشون میخوای بریم دکتر؟ یه قرصی، آمپولی، چیزی بده یه کمی لرزتو بگیره. بازات خیلی بیریخته ها. نه من خوبم، میخوام را برم دیگه دار. چرا نه؟ تو دیشب سرما خوردی، بریم دکتر. از اون طرف هم میریم همون جایی که پارسال ما هم رفته بودیم، یادته؟ میریم تلکابین، اون طرفش پیاده میشیم، تو همون کافه کوچولوئه میریم شام بخوریم. باشه؟ نه میخوام را برم، نگه دار نگه دار، میخوام را برم نگه دار، میخوام را برم، نگه دار. بهتر باش برید، تنهاش نذارید، باش حرف بزنید. من میرم یه ساعت دیگه برمیگردم. سهراب، 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 مگه تو خودت نگفته بودی آدم ها وقتی مریض میشن میرن پیش دکتر، نذر میکنن، دعا میکنن واسه اینکه جسمشون سر حال بشه، ولی هیچ کس نمیره پیش دکتر بگه آقای دکتر روح من مریض شده، روحم سرما خورده، آبریزش بینی روحم قطع نمیشه، روحم عطسه میکنه، انگوش رفته تو چشم روحم. این روزا برای یه روحمون بیشتر از جسممون باید دعا کنیم. سهرا من میدونم تو خسته ای، ولی من خیلی خسته تر از تو هم. میدونم تو دلت میخواد سورا، دلم میخواد برام حرف بزنی. حالا تو یه چیزی برام بگو، میخوام تو یه چیزی بهم بگی، اینو بده من، تو حرف بزن، تو یه چیزی برام بگو. آها چرا؟ این جاسوس با من اونجا دکه دارم. خب این جوونم از بچگی من میشناسم. اون روزم اومدن پیش من خرده بود، خیلی دارو رفتن. هیچی بهت بگم، این تمی میره، این تمی میره. جون مادرم این بنده خدا میکنه. بابا ایان ناس، آخه این دختره الان فرار کرده، زندگی هم برده. رفتید این بدبخت نداره که. من سال هاست به خدا نمیشناسم. چی میخواین اینجا؟ بفرمایید متفرق شید. آقا متفرق شید، متفرق شید. تو ظاهرا قبلا هم از کسی خواستگاری کرده بودی، از اهالی همینجا بود. در اصلش با خواستگاری نگردی، ولی به همه گفته بود که عاشقا میخواد بیاد خواستگاری من، واسه همینم چند بار دست خودکشی زده بود. خب ما هم که آبرو داشتیم و اهل این کارا نبودیم، آخه کجای دنیا یه زن بیاد خواستگاری من. بعدش از اونجا با نامزدت کجا رفتی؟ میخواستیم شام بخوریم، رفتیم سمت تلکابین، یه رستوران کوچیک اونجا بود، دیرم شده بود. آخه قبل از اخت باباش دوست نداشت ما جایی با هم باشیم، ما حلقه داده بودیم، ولی میگفت تو مردم خوب نیست. رسودم از در خونش و این راه جنگلی بود، رفت سمت خونش رو من دیگه ندیدمه. خدا ای خدا. آقا متبره شو. آقا Thank you.
مهندس اون حالا حالا نیاز به استراحت داره. فردا صبح میام میبرمش درمانگاه. شما مراقب خودتون باشید. بابا ایول ایول بابا، شما فکر میکنی من روزو خورکارم؟ نه نوکرتم، نه گربونت برم، نه فدات بشم. ببخشید از اینکه جسارت به خرج دادم، بی ادبی کردم، اما باور کنید اون قدم که شما فکر میکنی من بزاد نیستی. حالا کجا دارید میرید با این عجله؟ کجا میرید برسونم کی وقت خرمگس معرکه لعنت. سلام علیکم، چجب این طرف ها اشازدم که با شما. آقا از این همکارتون آقا رحیم خبر نداری؟ چطور مگه؟ تمام زندگیمونو برداشته برده چطور مگه؟ بابا همه زندگیت چه اینجا کنار دستته؟ مهندس انگاری هنوز از دست من دلخوری ها. بابا ول کن. آقا این همکارتون تمام پولا و ترابلای ما رو سرقت کرده. کجا میتونیم پیداش کنیم الان؟ بابا بیخیا، سرقت ملقت چیه این حرفا کدومه؟ بابا آقا رحیم اونقدر با مرامه، اونقدر چشم و دل سیره که این ترابلاتون نمیتونه گولش بزنه. خیلی درستتر از این حرف هاست. مطمئنن گذاشته کنار که به مزگ دیده بده بهتون. الانم رفته بالا تو تونل، تصادف شده، دلشوره ورش داشته رفته ببینه بچه های خطیه وقت نباشن. حالا باسید زود برمیگرده، منم دارم میرم بالا. اگه وقتی خواستید بری بالا ماشین نمیره، من نوکرتونم در بس میرسونمتون. از اون بره تونل هم میتونی ماشین بگیرید بری. Thank you.
من گل میشم سزگونم آخ آی یار من باخ باخ جیران من باخ باخ پیشیر منم